بانو ایران درودی یکی از هنرمندان نامی ایران و جهان است. اگر میخواین با این بانوی هنرمند که با نور نقاشی میکرد آشنا بشین، لطفاً با من همراه باشین. ایران درودی. ایران درودی در 11 شهریور 1315 در خانواده اشرافی در نیشابور زاده شد. پدرش خراسانی و مادرش قفقازی بود. تبار پدریش بازرگان بودند و مادرش به همراه خانواده پس از انقلاب اکتبر و تشکیل کشور شوروی از قفقاز به ایران مهاجرت کردند. او در کودکی با خانواده به اروپا سفر کرد. وقتی جنگ جهانی دوم آغاز شد، خانواده او در هامبورگ زندگی می‌کرد و یک سال پس از شروع جنگ از طریق لهستان به ایران بازگشتند و مدتی در مشهد زندگی کردند و سپس ساکن تهران شدند. درودی در مدرسه به دلیل علاقه به نقاشی به کلاس‌های آزاد طراحی و نقاشی می‌رفت. وی در سال 1954 برای تحصیل در رشته نقاشی در دانشکده بوزار در پاریس به تحصیل مشغول شد و در سالهای 1954 تا 1958 به یادگیری هنر در آموزشگاه‌ها و دانشکده‌های گوناگون از جمله مدرسه هنرهای زیبای پاریس، بوزار، مدرسه لوور پاریس، دانشکده سلطنتی بروکسل، ویترای، انیستیتوی RCI نیویورک، رشته تهیه و کارگردانی برنامه های تلویزیون پرداخت. پس از پایان تحصیلات به ایران بازگشت و در اردیبهشت 1339 آثارش در تالار فرهنگ تهران به نمایش گذاشته شد. فرح پهلوی در همسایگی آنها زندگی میکرد و زمانی که درودی در فرانسه تحصیل میکرد، فرح پهلوی مشتاق صحبت با درودی و گرفتن راهنمایی‌هایی از او در زمینه نقاشی بود. خواهرش پوران درودی طراح لباس بود که طراحی و دوخت شنل تاجگذاری فرح را انجام داد. همچنین ایران درودی در سالهای دهه 1340 خورشیدی در شهرهای مختلف اروپا آثار خود را در نگارخانه های مختلف به نمایش گذاشت و سپس به آمریکا رفت. در آمریکا با پرویز مقدسی کارگردان تئاتر و سینما ازدواج کرد. ایران درودی در 11 شهریور 1315 به دنیا آمد و در 7 آبان 1400 از دنیا رفت. او علاوه بر نقاشی، کارگردانی، نویسندگی، منتقد هنری و استاد دانشگاه رشته تاریخ هنر نیز بود. درودی به عقیده برخی منتقدان پیرو مکتب فراواقع گرایی سورئالیسم بود. مجله کافور چاپ فرانسه در نقد آثار درودی فضای کارهای وی را شبیه آثار سالوادور دالی و مایکس ارنست دانست. درودی در سال 1970 به درخواست دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به تدریس تاریخ هنر در این دانشگاه پرداخت. او از پیشگامان نقاشی معاصر ایران به شمار می رود و 6 دهه پیش از معدود چهره های مرتبط و شناخته شده در جامعه هنری جهان بود. فعالیت های ایران درودی: 63 نمایشگاه انفرادی و بیش از 250 نمایشگاه گروهی در کشورهای ایران، فرانسه، بلژیک، سوئیس، آمریکا، مکزیک، ژاپن، استرالیا، کانادا، موناکو، آلمان و امارات متحده عربی. از سال 1964 عضو کنگره بین المللی هنرمندان و منتقدین ریمینی، وروکیو و سان مارینو ایتالیا. از سال 1967 تا 1972 تهیه کننده و کارگردان بیش از 850 ساعت فیلم مستند و برنامه تلویزیونی برای تلویزیون ایران تحت عنوان شناسایی هنر. 1968 کارگردان فیلم مستند
بینال ونیز، 1968 کارگردان فیلم مستند بینال ونیز به مدت 55 دقیقه. از سال 1970 تا 1972، از سال 1970 تا 1972 استاد دعوت شده ی دانشگاه صنعتی شریف جهت تدریس تاریخ و شناسایی هنر. سلسله سخنرانی های درباره نقاشی و نقش زن در تاریخ و هنر معاصر ایران. سخنرانی ها درباره هنر ایران 1998، انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم بلژیک بروکسل و کتابخانه مرکز مطالعات ایران لندن 1999. برخی معتقدان سبک او را در حد فاصل بین سورئالیسم و سمبولیسم توصیف می کنند و برخی دیگر هر دو را درست می دانند. به گمان عده‌ای دیگر اما او پیرو مکاتب متعارف نیست، بلکه به نوعی اصالت سبکی رسیده و شیوه هنری وی ایران درودیسم است. درودی از طبق بندی شدن در چارچوب ها و سبک ها گریزان بود، زیرا ضمن ترسیم جهان تصاویر ذهنی و رویاهای بلند پروازانه خود در میان گلهای رویده و دورنماهای قریب نورانی مفاهیم برخاسته از فرهنگ خود را بیان می دارد که درک آن در هیچ قالبی نمی گنجد. ایران درودی تنها زن از مشرق زمین است که شاگرد مستقیم سالوادور دالی به شمار می آید. اگرچه سبک وی در نقاشی تا اندازه زیادی از نگره های مطلق‌گرا و نسبی‌گرا گذر کرده و به سوی نوعی نگاه بسیط و عمیق‌گرا در حرکت بود، بیشتر مناظر در آثار درودی حاشیه‌ای کبیر و گل‌های خاص با دیوارهای شیشه‌ای و افق است که به آثار وی فضای خاص و عمیق بخشیدند. مرواریدهایی که ایران درودی در بسیاری از تابلوهایش میکشد یادگار خواهر او هستند. مروارید دوز قابلی بود و گلها نیز نماد مردم هستند. ایران درودی در 11 شهریور 1400 به بیماری کرونا مبتلا شد اما بهبود یافت. او سرانجام صبح 7 آبان 1400 در سن 85 سالگی در ICU بیمارستان دی تهران پس از یک دوره بیماری چند ماه درگذشت. وی در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. فرح پهلوی در بیانیه‌ای به مناسبت درگذشت ایران درودی از نقش وی در راه اندازی موزه هنرهای معاصر ایران میگوید: هنرمند بزرگ ایران درودی در همسایگی ما زندگی میکرد و من او را از جوانی می شناختم. روزی در نمایشگاه آثارش در تالار فرهنگ تهران آرزوی دیرینه‌ای را با من در میان گذاشت، آرزویی که تحقق آن به تأسیس موزه هنرهای معاصر تهران انجامید. درودی از منظر منتقدان: آندره مالرو برای خانم ایران درودی، کوشش برای آگاه کردن انسانها از عظمتی که در آنهاست و از آن بیخبرند. آثار درودی از نوعی اندیشه کمال یافته سرشار است. این هنرمند با دست یافتن بر تکنیکی پرتوان و مسلط به خوبی توانسته است لطیفترین و ظریفترین ارتعاشات روحی خود را بر پرده تابلوهایش ترسیم کند. فرم ها بیان که در حالت بیوزنی خود به تجرید کامل گراییده باشند در سرحد ممکن ها و ناممکن ها قرار گرفتند. موج خروشان نور که سیاهی ها را می زداید و با قلم های پهن در رنگ شیری تصویر شده از بی نهایت به جنبش در آمده تا مرز واقعیت عینی نزدیک شده است و عنصر زمان در جلوه گاه ابدی خیش. عزیزانم، اگر از ویدیوی من خوشتون اومده و براتون سودمند بوده، برای حمایت از من ویدیو رو لایک و کانال من رو سابسکرایب کنید و یادتون نره زنگوله رو به صدا در بیارید و روشن کنید.
تا هر وقت ویدیوی جدیدی گذاشتم شما جزو اولین نفراتی باشید که ویدیوی من رو میبینید. البته باعث افتخارم است که شما در کنارم هستید و حمایتم میکنید. سپاسگزارم از حضورتون و دوستتون دارم و خدا نگهدار.